خدا. سلام عرض ادب خدمت دوستان و مخاطبان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و تندرست باشید. محمد حکیمی هستم، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه. حدود بیش از یک دهه در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستم که حدود 8 سال به صورت مستمر و حرفه‌ای مشغول معامله‌گری هستم که در کنار آن به انتقال تجربیات و آموزش بورس می‌پردازم. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم و امروز انشاءالله دقایقی را با همدیگه درباره اقتصاد کلان، بازارهای مالی، علل خصوص بازار سرمایه، مزایا و معایب آنها و نحوه ورود به این بازارها با هم صحبتی خواهیم داشت. صحبت‌های امروز من دو بخش اصلی داره. یک، بخش اول ارائه مطالب و توضیحاتی که در مورد بازارهای مالی عنوان می‌شود و بخش دوم پرسش و پاسخ است. پس انشاءالله در حالی که داریم دوره رو برگزار میکنیم سعی کنید سوالها و پرسشهاتون رو یادداشت کنید که انتهای دوره به مبحث پرسش و پاسخ خواهید پرداخت. امروز میخوام در مورد سرمایه گذاری در بورس ایران صحبت کنم و من در مورد اینکه بازار بورس ایران چقدر خوبه و سرمایه گذاری چقدر برای هر فرد لازم و چقدر سودآوره توضیحی نمیدم، به علت اینکه امروزه اکثر افراد براشون کاملا واضح و روشن و دیگه نیازی به ارائه توضیحاتی بیش از این نیست و کاملا مشخصه که سرمایه گذاری اگر نگوییم بهترین ایده، قطعا یکی از بهترین ایده هاست برای اینکه به اهداف مالی که برای خود ست کردیم در ابعاد بزرگتر و خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکنید برسید. اما اون چیزی که امروز میخوام در موردش صحبت بکنم اتفاقات تاثیرگذار سال جاری در بازار بورس ایران است. مبحث بعدی اینه که من اگر وارد بورس شدم چه سهامی رو انتخاب بکنم و این سهام از چه صنایعی باشد که بیشترین بازدهی رو برای من داشته باشه و اگر یک سهمی خریدم تا کجا سهامداری کنم؟ آیا مادام العمر باید سهامداری کنم یا خیر یک جایی باید سهم رو بفروشم و اصل پولم به علاوه سودآوری اون و آیدی رو سیو کنم؟ اما اون چیزی که تاثیرگذاره مربوط به سال جاری یعنی سال 1399 هست که چه نوع سرمایه گذاری انجام بدم. برای اینکه متوجه بشید در سال جاری چه اتفاقی میخواد بیفته بایستی یک سری اتفاقات پیش رو و یک سری اتفاقاتی که الان افتاده رو با هم بررسی کنید. اولین اتفاقی که در ماهای پایانی سال 98 اتفاق افتاد و تا به امروز اقتصاد دنیا رو درگیر کرده بحث شیوع ویروس کرونا هست. همونطور که مستحضری شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و ایران تأثیر گذاشته. بعضی از کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که زمانی که ویروس کرونا وارد شده بر اقتصاد دنیا تأثیر گذاشته و چون اقتصاد ما خیلی به اقتصاد دنیا وابستگی نداره هیچ اتفاقی برای کشور ما نمیفته. این صحبت کاملا اشتباهی و تمامی دنیا اقتصادهایش با هم مرتبطه. حالا بعضی از اقتصادها کمتر مثل ایران و بعضی اقتصادها بیشتر تأثیر میپذیرند. به عنوان مثال اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به
نفت جهانی و فراورده های نفتی داره. پس اولین اتفاقی که برای ایران میفته اینه که شیوع ویروس کرونا باعث میشه کسب و کارها تعطیل و یا نیمه تعطیل شود. در واقع رکود اتفاق میفته. دومین اتفاق که میتونه در سال 99 بر بازار ایران تأثیر بذاره بحث کاهش قیمت نفته، که کاهش قیمت نفت هم خیلی تأثیر مهمی در بودجه ایران میذاره و میتونه تأثیر مستقیم بر بورس ایران هم بذاره، چون منبع اصلی درآمد کشور در سالهای گذشته فروش نفت بوده که بایستی حتما اون رو در محاسبات خودتون مد نظر قرار بدید، که در حال حاضر قیمت نفت به شدت کاهش یافته. حالا ایران هم از لحاظ فروش نفت با مشکل مواجه شده، هم از لحاظ قیمت نفت. مبحث بعدی انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده است که زمزمه و شروع جریان انتخابات از سال جاری شروع میشه و عملا از نیمه دوم سال 99 مبحث مربوط به انتخابات نامزدها شروع میشه و دیگه اون موقع میشه گفت که ایران وارد فاز انتخابات شده و در تمامی ادوار ریاست جمهوری بعد از انقلاب سعی بران شده که بورس ایران شکوفا باشه تا دولت کارنامه قابل دفاعی داشته باشه، که این میتونه یک سیگنالی برای بازار سرمایه باشه که مردم به سمت کدوم از بازارها سوق پیدا کنن. این سه تا عامل میتونه روی بورس ایران تاثیر بذاره. خب بیان یه جمع‌بندی کنیم و یک نتیجه‌گیری داشته باشیم. خیلی کاربردی و مشخص میخوام خدمتتون عرض کنم که چه اتفاقی میتونه بیفته. شیوع ویروس کرونا باعث تعطیل شدن بخشی از کسب و کارها، علل خصوص کسب و کارهای سنتی میشه. کسب و کارها یعنی اگر مغازه‌ای دارید، شرکتی دارید و یا فروشگاهی دارید که محصولاتی دارید میفروشید. رکود اتفاق میفته. رکود در کسب و کار. حالا این رکود در یک جمله ساده بخوام براتون تعریف کنم، یعنی مردم کمتر جنس میخرن و قدرت خرید کمتری هم دارن و کمتر پول خرج میکنن، و وقتی مردم پول کمتر خرج کنن کسب و کارها از رونق میفتن، و وقتی این اتفاق میفته دولت مالیات کمتری کسب میکنه، چون مردم خرج نکردن که بخواد مالیات بدن، و این خودش باعث چی میشه؟ مستقیم و غیر مستقیم روی بورس ایران تأثیر بذاره. خب اتفاق دیگه که در این قضیه داره میفته و سالهاست در ایران وجود داره و میتونیم بگیم خاص کشور ایرانه، بحث تورمه. تورم یعنی قیمت اجناس شروع میکنه به رشد کردن. حالا در ایران رکود اتفاق میفته، یعنی مردم کمتر میخرن و در قبال اون اجناس نیز شروع میکنه به رشد کردن، یعنی همان تورمی که در اقتصاد به اون میگن رکود تورمی، یعنی مردم کمتر میخرن ولی از اون طرف قیمت روز به روز رشد میکنه. به عنوان مثال در چند روز گذشته قیمت انواع محصولات خودرو افزایش پیدا کرده. این در چه حالی بوده؟ در حالی که مردم تا چند وقت پیش قدرت خرید ماشین X رو نداشتن، الان اون ماشین X قیمتش دو برابر شده. بهش میگن رکود تورمی، یعنی با این که مردم نمیتونن اون ماشین رو بخرن ولی قیمتش روز به روز داره رشد میکنه. خب راهکار چیه به نظرتون؟ در ایران اگر شما بخواهید در سال 99 دارایی خودتون رو حفظ کنید، با
بایستی کالایی بخرید که پوشش تورم داشته باشه و حفظ ارزش کنه. به طور خلاصه بهتون بگم اگر شما پول خودتون رو به صورت ریال و وجه نقد نگه دارید، حالا میتونه در سپرده باشه یا هر جای دیگه، قطعا متضرر میشه، چون روز به روز از ارزش پول شما کاسته میشه. بایستی ریال خودتون رو تبدیل کنید به یک دارایی که در مقابل تورم رشد کنه. مثل چی؟ مثل ملک، زمین، طلا، دلار و یا سهام. یا آمار از بخش مسکن بهتون بدم. معاملات خرید مسکن در همه شهرها علل خصوص شهر تهران نسبت به مدت مشابه خود در سال 98 افت سنگینی رو تجربه کرده. آمارهای اولیه از حجم قراردادهای فروش نشون از کاهش 62% معاملات نسبت به پارسال داره. سه علت رو عامل این رکود شناسایی کردن که مهمترینش حرکت بخشی از تقاضای اولیه مسکن به سمت بورسی باشد. ایرادات و مشکلات دیگه هم داره. یکی بحث نقدینگیه و دیگری نقد شوندگی که در ادامه بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بازدهی بازارهای مالی در سال 98 رو اسلاید مشاهده میکنیم. دلار و یورو به طور متوسط 20% رشد کردن، سکه 30% رشد کرده و طلا 40% رشد کرده. ولی بازار بورس چقدر رشد کرده؟ بیش از 187% به طور متوسط بازار سرمایه در سال گذشته رشد داشته، که این نشان از پتانسیل بالای بازار بورس برای بازدهی افراد هست. به عنوان مثال اگر شما سرمایه 100 میلیونی خودتون رو وارد بازار بورس کرده بودید، به طور متوسط 187 میلیون بازدهی داشتید و برای امسال بازدهی طلا 10%، سکه 16%، دلار چیزی کمتر از 10% رشد داشته. ولی بازار بورس ایران در کمتر از 2 ماه بیش از 100% بازدهی داشته. خب بریم سراغ بازار سرمایه. در بازار سرمایه بازارهای مختلفی وجود داره برای خرید و فروش سهام که بهش میگن بازار بورس و فرابورس. ما علاوه بر بازار فرابورس یک بازار پایه فرابورس نیز داریم. دوستان دقت داشته باشن، به هیچ عنوان وارد بازار پایه فرابورس نشوید. چرا؟ چون این شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که یا مشکلی دارن و یا ورشکسته هستن. پس سهام خودتون رو از بازار بورس و فرابورس خریداری بکنید. خب حالا من چجور متوجه بشم که سهمی رو که دارم می‌خرم از بازار بورس هست یا بازار فرابورس؟ خب ابتدا آدرس اینترنتی tsetmc.com رو یادداشت کنید. یه بار دیگه میگم، آدرس اینترنتی tsetmc.com رو یادداشت میکنید و سایت شرکت مدیریت فناوری بورس تهران باز میشه. به عنوان مثال، مثلا من الان از گزینه جستجوی نماد سهم پست بانک ایران رو انتخاب میکنم. خب پست بانک رو انتخاب کردم، چی نوشته؟ نوشته پست بانک ایران با نماد اختصاری و پست
بازار دوم، بازار دوم فعلا باشگاهی نداریم، جلوش نوشته چی؟ بورس. پس سهم میره که من انتخاب کردم از چه بازاری بوده؟ از بازار بورس. حالا من یک سهم از بازار فرابورس انتخاب میکنم. بانک دی با نماد دی. خب نوشته چی؟ بانک دی با نماد دی بازار دوم فرابورس. این سهم از بازار فرابورس میباشد. پس من مجاز هستم این دو تا سهم رو انتخاب بکنم و از سبد سهامم اضافه کنم. حالا اگر من از بازار پایه فرابورس یک سهم رو انتخاب بکنم مثل گازلوله با نماد پلوله، ببینید چی نوشته؟ این بازار پایه قرمز فرابورسه. جلو پایینش نوشته؟ نوشته برشکسته. یعنی شما مجاز نیستین از این بازار سهم بخرید. این بازار فوق العاده برای شما ریسک داره. پس سعی کنید حتما از سهام‌های بازار به بورس و فرابورس سهام بخرید. خب پس الان متوجه شدیم که ما با وارد شدن به سایت tsetmc.com میتونیم سهم‌های بورسی، فرابورسی و پایه فرابورس رو انتخاب کنیم. حالا ما سهم رو انتخاب کردیم. حالا می‌خوایم بریم سراغ سبد سهام. خب اینجا سبد سهام رو داریم مشاهده می‌کنید. سبد سهام یعنی چی؟ یعنی دوست عزیزی که شما میخواید وارد بورس بشید به هیچ عنوان تک سهم نباشید. مثلا بعضی از دوستان میگن آقا من سهام X رو خریدم، این مثلا این مقدار رشد میکنه و من پولدار میشم. میگم شما تک سهم هستید؟ میگه بله، همین یک سهم کافیه. این بزرگترین اشتباه برای افراد آماتور هست. همه افراد که وارد بازار بورس میشن یک سبد سهام دارن، بهش میگن پورتفولیو یا پورتفوی سهام. هدف چیه؟ هدف اینه که مثلا اگر آقای ایکس با 20 میلیون سرمایه وارد میشه، این 20 میلیون تقسیم بر 5 بکنه، در 5 صنعت مختلف سرمایه گذاری کنه. چه مزایایی داره این کار؟ مزایاش اینه که اگر یک سهمتون از یک صنعت متضرر شدید، بقیه سهم ها برآیند شما رو مثبت بکنن. شما با تک سهم شدن خودتون رو به ریسک 0 یا 100 وارد میکنید. ممکنه اون سهم خیلی رشد کنه و ممکنه اون سهم خیلی زیان بده شما. ولی اگر سبد سهام داشته باشی، اثرات همدیگه رو میتونه خنثا بکنه و برآیند شما مثبت باشه. پس در بازار سرمایه با تشکیل سبدی متنوع و دور ماندن از رفتار هیجانی به همراه سبد، بازدهی خوبی میتونید به دست بیارید. خب تعریف از استراتژی چیه؟ هر استراتژی باید بتونید این 5 سوال رو جواب بده. 1. بدانید چرا خرید و فروش میکنید. 2. در چه سهام و صنعتی وارد شوید. چه زمانی برای ورود مناسب است. و پس از خرید تا کجا سهامداری کنید. یعنی مگر اگر سهم رو خریدم کجا سهم رو بفروشم. این استراتژی رو با یک ابزاری به نام EMA برای شما میخوام توضیح بدم. این ابزار فوق‌العاده ساده هست. بازار بورس چیزی حدود 500 تا سهم داره. بنابراین باید بتونید بهترین سهم را که بیشترین بازدهی رو برای شما ایجاد میکنه رو پیدا کنید. این نکته فوق العاده مهمیه که توسط استراتژی خدمتتون عرض میکنید. کسانی که میخوان وارد بازار بورس بشن میبایست کار کردن با یک نرم افزار بورسی رو یاد بگیرن.
کار کردن با یک نرم افزار بورسی بسیار بسیار ساده است. ما دوستانی داشتیم که با سن 12 سال 15 سال وارد بورس شدن، نرم افزار رو فرا گرفتن، افرادی هم با سنهای بالا وارد شدن و به راحتی نرم افزار رو آموزش دیدن. تنها کاری که شما باید انجام بدین چیه؟ که شما نسبت به کار کردن با یک کامپیوتر به صورت کاملا مقدماتی آشنایی داشته باشید. این کاری که انجام بدیم کفایت میکنه. پس استراتژی من یک میانگین متحرک نمایی هست با نماد EMA، نماد اختصاریش هست. بریم چند تا سهم رو با هم بررسی کنیم. من وارد نرم افزار شدم. حالا میخوایم نماد اقتصادی فولاد مبارکه اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان رو انتخاب کنیم و بازدهی‌هایمون رو از ابتدای سال و استراتژی که مد نظرمون هست رو روش پیاده کنیم. خب شروع ابتدای بازار سه‌شنبه 5/1/1399 بوده. ببینیم تا امروز چقدر بازدهی داشته. سهم فولاد از این تاریخ تا به امروز بیش از 104% بازدهی. یعنی اگر سرمایه شما 10 میلیون تومان بوده به چه عددی تبدیل شده؟ به 10,400,000 تومان. با اصل سرمایه‌تون 20,400,000 تومان رشد داشتیم. خب حالا بیاییم استراتژی رو روش پیاده کنیم. اگر من بخوام استراتژی پیاده کنم، گفتم بر اساس میانگین متحرک نمایی هست. از قسمت اندیکاتور EMA رو یادداشت میکنم. EMA نمشته Moving Average از نوع نمایی، Moving Average نمایی، این رو انتخاب میکنم. خب انتخابش کردم. عدد میانگین متحرک نمایی رو عدد 8 میذارم. دوره زمانیش 9 هست، من میذارم رو عدد 8 و اوکی. این خط آبی رنگ رو برای من نمایش میده. خب حالا یه دونه دیگه هم دوباره انتخاب میکنم، میرم سراغ اندیکاتور، اینجا EMA رو یادداشت میکنم. موبینگ اولش انتخاب شد. حالا میرم تو تنظیمات، عددش رو به 21 تعبیر میدم. اوکی، دو تا خط برای من رسم کرده، یک رنگش آبی رنگه، بیاییم این هم رنگش بکنیم قرمز رنگی. حدودش چنده؟ 21 رو رنگش تغییر میدیم به قرمز رنگ. یه خط آبی رنگ مشاهده میکنید و یک خط قرمز رنگ. خب یه مقدار صفحه‌مون رو بزرگ کنیم. استراتژی ما بر چه اساسیه؟ بر اساس کراس یا محدوده ای که همچنین روی بالا یا پایین درک می کنن. زمانی که موبینگ قرمز رنگ آبی رو روی بالا درک بکنه سیگنال خرید ایجاد شده، و زمانی که این دوتا یعنی نمودار
اینجا آبی رنگ قرمز رو پایین دستگاه سیگنال فروش ساده شده و همین راحتی. خب یه بار دیگه توضیح بدم، الان دو تا موبین داریم، یکیش دوره زمانیش 8 و دیگه دوره زمانیش 21 هست. زمانی که موبین آبی رنگ قرمز رو رو به بالا قطع میکنه میگیم سیگنال خرید ساده شده، و زمانی که اینجا نگاه کنید آبی قرمز رو رو به پایین قطع میکنه سیگنال فروش ساده شده. یه مقدار بیشتر بزرگ نمایی انجام میدم به دوستان کاملتر مشاهده کنید. نگاه کنید این محدوده محدوده هست که همدیگر رو به پایین قطع کردن سیگنال فروش، اینجا همدیگر رو به بالا قطع کردن سیگنال خرید. خب الان سیگنال خرید سهممون کجاست؟ اینجاست. اگر من از همین محدوده اقدام خرید در سهم کرده بودم تاریخ 5/6/98 تا به امروز چقدر سود کرده بودم؟ خب بیاییم با هم بررسیش کنیم. خب نمودار کوچک نمایی انجام میدیم، این خط ما، اینم قیمت امروز از این محدوده تا به امروز بیش از 250% رشد در بازار داشتیم در سهم فولاد در یک بازه کمتر از 8 ماه. یعنی اگر من 100 میلیون توی این سهم سرمایه گذاری کرده بودم سرمایه من به چه عددی میرسیم؟ به 350 میلیون تومان. 100 میلیون سرمایه‌ام بوده، 250% رشد کرده، سرمایه‌ام به علاوه سودم شده 350 میلیون تومان. یعنی به طور خالص 250 میلیون تومان از بازار سود کردم. به همین راحتی. استراتژی فوق‌العاده ساده ای است، ولی نیاز به آموزش داره، نیاز به دانش داره. بریم توی سند دیگه، سهم فامیلی. سهم فامیلی ملی صنایع مثل ایران هست. خب بیاییم استراتژی رو روش پیاده کنیم. دوباره اون دو تا موبین رو رد می کنیم، EMA 8 و EMA 21 کجا هم دیگر رو به بالا قطع کردن؟ اینجا هم دیگر رو به بالا قطع کردن. خب از اینجا چقدر بازدهی داشتیم؟ 5/9/1398 تا به امروز از اینجا. حالا نمودار رو جمع کنید، تا به امروز از این محدود تا به امروز چقدر بازدهی داشتیم؟ بیش از 220% بازدهی. به طور متوسط اگر سرمایه شما 10 میلیون تومان بوده 22 میلیون تومان برای شما سودآوری ایجاد کرده. از چه تاریخی؟ از زمانی که این دو تا موبیل همدیگه از روی بالا کراس کردن. از تاریخ اینجا تاریخ مشاهده کنید 9/9/1398 کمتر از 5 ماه بیش از 220% بازدهی. چنین بازدهی رو تو هیچ بازاری قطعاً نخواهید یافت، علم خصوص بازارهای موازی. شما اگر پول خودتون رو در بانک میذاشتید توی خوشبینانه ترین حالت
سرمایه 100 میلیون شما 20 میلیون آیدی داشت، توی دلار و طلا 20% و 40%، ولی کمتر از 6 ماه بیش از 220% رشد و بازدهی رو برای شما ایجاد میکرد. بریم سراغ سهم بعدی. من همیشه از بچگی دوست داشتم یک معدن داشتم، ولی هر وقت بهش فکر کردم گفتم معدن یک سرمایه عظیم میخواد و هیچ وقت به این معدن من دست پیدا نمیخواهم کرد. ولی چه اتفاقی میتونه بیفته؟ بیام صنعت معادن روی ایران رو بخرم. این یک معدنی هست که روی تولید میکنه، روی استخراج میکنه. با نماد کرود تا به امروز چقدر بازدهی داشته؟ اینجا همدیگر رو روی بالا کراس کردن. یه بار دیگه. بله. نگاه کنید آبی رنگ قرمز رنگ روی بالا زده. خب از اینجا چقدر مشت داشته این معدن ها؟ قیمتش 773 تومن بوده. بیاییم ببینیم تا به امروز چه اتفاق به این معدن افتاده. خب پرایس رنج رو انتخاب میکنیم. تا به امروز اگر سهام معدن روی ایران با نماد کروی رو خریده بودید در یک بازه 39 تا به امروز چقدر سود کرده باشید؟ خوبه، بیش از 240% بازدهی. مثلا کسی که یک سرمایه مناسب داره، مثلا 1 میلیارد سرمایه داشته باشه، هر کاری کنه نتونه از معدن 2.4 میلیارد به دست بیاره، ولی اگر سهامش رو بیاد بخره بشه سهامدار اون شرکت، به راحتی میتونسته 2.4 میلیارد تومان بازدهی و آیدی برای خودش به دست بیاره. و این قطعا با دانش و آموزش بورسی محقق میشه. سهم بعدی گروه دارویی فارابی. این شرکت یکی از شرکت هایی هست که از ابتدای امسال تا به امروز چقدر بازدهی داشته؟ تا به امروز بیش از 57% بازدهی. حالا استراتژی ما رو روش پیاده میکنیم. استراتژی EMA 8 و 21. من اینه کارانشتیه تمپلت یا الگو. خب اینجا هم دیگر رو بالا قطع کردن، درسته؟ یه بار دیگه نمانی. بله اینجا هم دیگر رو کراس کردن. خب تا به امروز چقدر بازدهی داشته؟ از اینجا قیمتش چقدر بوده؟ 2800. قیمت امروز 2500. دیگه به نظر اصلا نمیدارم نمیدارم. غیر از اینکه این سهم حدود 3 برابر شده، 2900 9500، یعنی این 3 تومن بیش از 300% رشد پیدا کرده و به راحتی سرمایه 100 میلیونی شما تبدیل به 300% رشد، 300 میلیون تومان بازدهی و آیدی میتونه داشته باشه. سهم بعدی سهم پالایش نفت بندرعباس. خب این سهم رو انتخاب کردید. ببینیم از ابتدای سال چقدر بازدهی داشته. خب این تاریخ قیمت 900 تومان امسال بازگشایی شده، تا امروز 99%. 100 میلیون شما از ابتدای سال 99 میلیون تومان برای شما سودسازی میکرد. حالا استراتژیمون روش بیاد میکنیم. تمپلت EMA همین محدوده ها به ما سیگنال تنید داده. اینجا آبی رنگ
قرمز رو روی بالا قطع کرده. خب یعنی ببینید اینجا رو اینجا آبی رنگ قرمز رنگ روی بالا قطع کرده. خب تا به امروز چقدر بوده سوده بر اساس استراتژیمون؟ تا به امروز شده 79%. 10 میلیون شما 7,900,000 آید از که ابتدای امسال تا به امروز. پس استراتژی حرف اول رو توی بازار میزنه. کسی که یک استراتژی بد داشته باشه خیلی بهتر از کسی هست که استراتژی نداشته باشه. اینها از چی نشأت میگیره؟ از دانش بورسی، تحلیل بورسی، از اینکه شما آموزش ببینید. و این آموزش فوق العاده مهم هست. خب یه سوال پیش میاد، آیا از این ابزار میتونیم برای بازارهای موازی هم استفاده بکنیم؟ خب یه با هم بررسی میکنیم. این نمودار طلاست. خب این نمودار طلا هست. خب این بورس کالا نه، اینو این سکه تر جدیدو بیاریم. خب این نمودار طلا از ابتدای امسال قیمت چیزی نزدیک 5,200 بوده، امروز 7,426,000 تومان. حالا استراتژیمون روش بیاد میکنیم BMA. اینجا همدیگر رو بالا کلاس کردن، آبی رنگه قرمز رو بالا قطع کرده. بهترین فرصتی هست که شما اقدام به خرید بکنید. تا به امروز چقدر بازدهی داشته؟ تا به امروز 78% بازدهی از تاریخ 2/9/1398. یعنی این بازه اینجا به اون سیگنال خرید داده. دوستان دقت داشته باشین که این استراتژی به راحتی میتونه برای شما سودآور باشه، ولی بایستی بلد باشین با این ابزار کار بکنید و یک سری ابزارهای دیگه و فنون بیشتر در مورد استراتژی رو فرا بگیرید. بازار منفی هم میتونه باشه، بله. از این تاریخ آبه اینجا، از اینجا از 15498 هر کی توی طلا وارد شده بود تا این محدوده تا اینجا تا برج 8 تا آبان 1398 هر کی وارد طلا شده بود 25% از سرمایه‌اش رو از دست میده. سرمایه‌اش 1/4 و هر کی بر اساس این استراتژی از اینجا وارد میشد 2/9/98 تا به امروز بازدهی چقدر بود؟ بازدهی 75% رو به دست آورد، تقریبا 75%. از این ابزار میتونید توی دلار هم استفاده بکنید؟ قطعا میتونید توی دلار هم ازش استفاده بکنید. بله، ما توی بازار بورس میتونیم سکه خرید فروش بکنیم، دلار رو نمیتونیم خرید فروش بکنیم. و به نظر من دلار گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نمیباشه. این نظر شخصی بنده است. شاید خیلی برم یا دلار رو خرید ارزش دلار بیشتره، ولی این برای سرمایه گذاری مناسب نیست. به اقتصاد کشور ضربه میزنه. بیاییم استراتژیمون روش پیاده کنیم. دو تا میانگین متحرک نمایی با موبینگ 8 و 21. اینجا هم دیگر رو به بالا قطع کردم. تا به امروز چقدر بازدهی داشته؟ از این محدوده تا به امروز 45% دلار رشد کرده. سیگنالش رو قیمت پایین‌تر از 11,800 تومان اتفاق افتاده و تا امروز قیمت، البته این دلار دلار صرافی ها هست، 11,300 تومان قیمت امروز هست. و اگر دانش نداشته باشید از اینجا تا به این محدوده، یعنی
جلسه 14/2398 تا 11/8398 سرمایه شما بیش از 26% سوخت میشه و از بین میره. پس به این مستلزمی که حتما این دانش رو داشته باشید تا بتونید نقاط مناسب برای خرید و فروش رو پیدا کنید. بیاییم با هم طلای گلنی هم بررسی کنیم. من اینجا طلا رو می‌نویسم، طلای 18 عیار قیمت امروزش چنده؟ قیمت امروز حکایت از گرمی 736,700 تومان داره. بیاین استراتژیمون روش پیاده کنیم. این محدوده هم دیگر رو بالا قطع کردن. این بار اینجا رو بزرگ نمایه کنید. اینجا آبی رنگ قرمز رنگ رو بالا قطع کرده. تا به امروز بیش از 80% بازدهی ایجاد کرده. به راحتی با رسم دو تا میانگین متحرک نمایی. این میانگین متحرک نمایی چیه؟ این یک سری از توابع ریاضی هست که بر اساس بازدهی که به روزها بهش داده میشه میتونه دو تا خط رو برای ما رسم کنه که یک سری سیگنال های خرید و فروش به ما بده. کی سهم میفروشیم، کی طلا میفروشیم، کی دلار میفروشیم، باز هم بر اساس همین استراتژی. زمانی که این دوتا همدیگر رو روی پایی برد کنیم، مثلا من اینجا بسیاری میکنیم دو جمع کنیم. خب اینا کنیم، اینجا من امروز خرید کردم، اینجا رو بالا همدیگر رو برد کردم، قیمت طلا 120,000 تومان بوده، روش کرده رسیده به اینجا، اینجا همدیگر رو پایی برد کردم 415 تومان، یعنی از اینجا بیش از 300% روش. ولی زمانی که اینا همدیگر رو پایین برمی کنه نقطه فروش و خروج از دلار الان چی بوده؟ طلا بوده. طلای 18 عیار. یا اینجا نگاه کنید، این محدوده اگر باید شد این محدوده باید خارج می‌شد، این محدوده 100 تومن خارج می‌شد، از 100 تومن قیمت کاهش پیدا کرده رسیده به پایین‌تر از 85 تومن که 14% بیش از 14% برای شما زیان شناسایی کرده. پس این استراتژی نیاز به آموزش هست داره و قطعاً با یک ابزار هم نمیتونید از بازار سود کنید. بایستی ابزارها رو به صورت موازی و تکمیلی استفاده کنید. خب بریم سراغ اسلاید هامون. خب پس استراتژی معاملات ایمان چی بود؟ دو تا میانگین متحرک نمایی، نماد اختصاریش EMA هست. شما با رسم این دو تا EMA میتونید توی بازار بورس سهام، بازار طلا، بازار دلار و حتی بازارهای جهانی ازش استفاده بکنید. ما اساتیدی به صورت بین‌المللی می‌شناسیم که این عزیزان هم در نمودارها و چارت‌هاشون از این ابزار استفاده می‌کنن و فوق‌العاده کاربردی هست. بریم سراغ چند تا از سوال‌هایی که دوستان پرسیدن و من تحت عنوان این اسلاید می‌خوام در موردش صحبت بکنم. یک صندوق‌های ETF سهام اداره و روش‌های مدیریت آنها. اولین موضوع در مورد صندوق‌های ETF باید خدمتتون عرض کنم که این صندوق ها شامل 5 سهم تحت عنوان سهام بانک ملت، تجارت، صادرات و بیمه البرز و بیمه اتکایی هست.
این 5 تا شده یک سبد سهامی که تحت عنوان صندوق ETF توسط دولت داره عرضه میشه و فرصت زیادی هم ندارید که شما بخواید این رو خریداری بکنید. قیمت هر واحدش 10000 تومانه و تا مبلغ 2 میلیون تومان معادل 20 واحد توی خریداری کنید. آقا من 2 میلیون تومان ندارم. میتونم با کمتر خریداری بکنم؟ بله، شما میتونید حتی 10 واحد هم خریداری کنید و به مقداری که خریداری میکنید شما سود میکنید که اون درصدش پیش بینی ها بیش از 50% وجود داره. سهام عدالت چیه؟ سهام عدالت یک پروسه‌ای بوده که در سالهای گذشته اتفاق افتاده و یک سری سهام بین مردم تقسیم شده. الان آزادسازیش انجام شده. به دو روش میتونید از بازار منتقل بشید. یک، سرمایه گذاری مستقیم باشه یا سرمایه گذاری غیر مستقیم باشه. زمانی که شما سرمایه گذاری مستقیم رو انجام میدید هدفتون چیه؟ که خودتون هدایت سهامتون رو انجام بدید، خودتون خرید فروشاش انجام بدید، ولی به صورت غیر مستقیم به صندوق‌های انتقال پیدا میکنه که اونها این کار رو برای شما انجام میدن. که روش مستقیمش به تو گفتیم به ازای سهام شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌پذیر سهام عدالت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم دریافت خواهد کرد. خب این در موردش که بیشتر در توی دوره‌ها به تفصیل وقت می‌ذاریم و در مورد صحبت خواهیم کرد. آیتم بعدی که در موردش می‌خوام صحبت کنیم مزایای سرمایه‌گذاری در بورس. اولین چیزی که در سرمایه‌گذاری در بورس وجود میاد اتفاق می‌افته اینه که من وارد بازاری بشم که بیشترین برآیند داشته باشه، بیشترین سودآوری رو برای من داشته باشه. همینطور که روی اسلاید‌ها و نمودارها مشاهده کردید بازار بورس این پتانسیل رو داره و شما میتونید از افزایش قیمت سهام و نوسانات بازار سود کنید. این حالت رو بهش میگن کپیتال گین. روش دومی که شما سود میکنید اینه که یک سری شرکت هایی که در بورس هستن یا دارن محصولی تولید میکنن و یا دارن چیکار میکنن؟ خدماتی ارائه میدن. مثلا گروه خودرویی داره خودرو تولید میکنه، گروه دارویی دارو تولید میکنه، پتروشیمی و پالایشگاهی محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی تولید میکنه و مثلا گروه حمل و نقل و گروه های بانکی دارن خدماتی ارائه میدن که بابت این فعالیت یک سودی میکنن. پس از پایان سال مالی شرکت ها موظف هستن یک مجمعی برگزار کنن و در مجمع بخشی از سود رو بین سهامداران خودشون تقسیم کنن. این حالت رو میگن DPS، Dividend Paid Share، یا دریافت سود ناشی از فعالیت های شرکت. به عنوان مثال، مثلا اگر شما سهم جن پیلن رو خریدار کرده بودید این در پروسه یک ماهی 40% بازدهی داشت. چجوری؟ آقا این قیمت 30% بیشتر رشد نکرده. در همون پروسه از افزایش قیمت سهام 30% بازدهی داشته و پرداخت سود نقدی ناشی از فعالیت شرکت بابت هر سهم 325 تومان بوده که این مجموعش بیش از 40% از شما بازدهی رو به دست آورده. از دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در بورس قابلیت نقشه‌بندی بالاست. همونطور که در مورد بازار مسکن صحبت کردیم، مثلا شما در نظر بگیرید میخواین اون مسکن خودتون رو نقد کنید، حالا به هر دلیل، این پروسه یک پروسه زمان بره، ولی توی بورس شما تیه بعد از 2 روز کاری طول میکشه که پول به حسابتون وارد بشه. به عنوان مثال من 10 میلیون تومان سهم خریدم، 2 روز آینده، هفته آینده، ماه آینده و یا هر تایم دیگه به پولم نیاز پیدا کردم. خب چیکار میکنم؟ میرم دکمه فروش رو میزنم، اصل پولم به علاوه سودم به حسابم وارد میشه، بعد دکمه برداشت رو میزنم، 2 روز کاری بعد پول به حساب من وارد میشه. به عنوان مثال اگر این امروز شنبه هست، تیه به علاوه 2 روز کاری میشه دوشنبه و دوشنبه پول به حساب من وارد خواهد
شد. نبود حد سرمایه مجاز. به عنوان مثال شما بازار مسکن حداقل یک سرمایه 500 میلیون تومانی و یا 1 میلیاردی میخواید برای این سرمایه گذاری. توی دلار و طلا زیر 100 میلیون اصلا ارزش سرمایه گذاری نداره. ولی در بازار سرمایه شما به راحتی با مبلغ 500 هزار تومان میتونید بخشی از سهام یک شرکت بزرگ و معتبر مثل یک معدن، یک شرکت خودرویی، یک شرکت پالایشگاهی، یک شرکت دارویی رو بخرید. و به همون مقدار میتونید در اون شرکت سود کنید. امکان فعالیت در ساعات دلخواه. شما زمانی که تحویل یاد میگیرید، آموزش بورسی میبینید، هر ساعتی میتونید برای فعالیت خودتون انتخاب بکنید. مثلا شما کارمند هستید، تا ساعت 2، 4، 5 فعالیت دارید. بعد از فعالیت کاریتون میتونید بیاید نمودارها رو باز کنید، تحلیل ها رو انجام بدید، 20 دقیقه تا 30 دقیقه وقت بذارید، بعد از اون نتیجه گیری کنید که چه سهمی رو بخرید یا چه سهمی رو نخرید. پروسه خرید و فروش سهام کسی از یک دقیقه است. یعنی نیاز داره شما موبایلتون از جیبتون در بیارید، دکمه خرید رو بزنید و کار تمام. به راحتی توی سهامدار یک سهم بشید بر اساس همون تحلیلی که روز گذشته، شب گذشته و یا قبل از نمازتون صبح است یا هر موقع دیگه بخواید انجام بدید. وجود حاشیه امنیت در بورس. هیچ که نمیتونه بیاد بگه من توی بورس وارد شدم، توی کوتاه مدت ثروتمند شدم یا سرمایه‌ام از دست دادم و ورشکست شدم. چرا؟ چون این بازار برخلاف بازارهای موازی دامنه نوسان داره. یعنی مثلا توی سهم‌های بورسی و فرابورسی روزانه میتونه 5% رشد کنه و یا 5% کاهش پیدا کنه. سرمایه 10 میلیون شما میتونه یک روز 500 هزار تومان به سرمایه شما اضافه کنه یا 500 هزار تومان سرمایه شما کم بکنه. پس این پروسه زمان بره. من به دوستان همیشه توصیه اکید دارم، میگم این بازار مانند دو ماراتونه. نمیتونی توی کوتاه مدت بیای و ثروتمند بشی، باید زمان بذاری، این پروسه رو طی کنی. اینجا دو سرعت نیست، اینجا هیجانات زیاد وجود نداره. بر اساس یک سبد متنوع به دور از هیجانات و با داشتن صبر میتونید ثروتمند بشید. پس یه جمع‌بندی کنیم. مزایای سرمایه‌گذاری در بورس: یک، امکان دریافت سود از نوسانات بازار کپیتال گین، دریافت سود ناشی از فعالیت‌های شرکت که همون تحت عنوان DPS هست، قابلیت نقش‌آوردگی بالا داره، حد سرمایه مجاز نداره و امکان فعالیت ساعت دلخواه هم وجود داره و یک جورای وجود حاشیه امنیت رو ایجاد کرده. اگر من بخوام وارد بورس بشم بایستی کد بورسی بگیرم و در کنار اون کد آنلاین. نحوه ورود به بورس مرحله به مرحله به این صورته: یک، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس اینترنتی sajam.ir وارد میشید، یک سری اطلاعات شخصیتی و هویتی وارد میکنید، بعد به شما یک کد رهگیری داده میشه که اون کد رهگیری رو میتونه به دفاتر پیشخوان یا بعضی از کارگزاری ها و یا شعب بانک ها. بعد از اینکه احراز هویت شدید میتونید مراجعه کنید به یک کارگزاری که ما یک کارگزاری رتبه الف به شما معرفی میکنید که میرید اونجا کد بورسی میگیرید و یک سری مزایای ویژه هم بهتون تعلق میگیره. خب برای ثبت نام در دوره ها میتونید وارد سایت fazel.ac.ir بشید و یا تماس بگیرید با شماره 371-32-30-40-15. یک بار دیگه تکرار میکنم، تماس با شماره
40 و یا مراجعه حضوری با آدرس خیابان قصردش ابتدای پارامون کوچه 1 میتونید به راحتی ثبت نام خودتون رو انجام بدید. یک سبد من همیشه برای افرادی که تازه وارد هستن و وارد بورس میشن و سرمایه کمی دارن در نظر گرفتم، این پورتفوی من 20 میلیون تومنه، 5 الی 6 سهم خریدم که الان 5 تا سهم دارم. سهم اول مادیرا، از این سهم 3600 سهم خریدم تا به امروز 420% در من بازدهی داده، معادل 12,900,000 تومان. بر چه اساسی؟ بر اساس استراتژی EMA ها. خفاش به من 170% بازدهی داده، میشه 6,600,000 تومان با چند تا سهم؟ 20,000 سهم، 20,000 سهم 150 تومانی. فامیلی 10,000 سهم خریدم تا به امروز 6,500,000 تومان سود کردم و سهم ذوب 3,700,000 و بانک صادرات 3,500,000. این یک سبد بدون ریسک و کم ریسک که بیشترین بازدهی رو داشته. 5 تا سهم از 5 تا صنعت باعث شده این مقدار بازدهی داشته باشه. سرمایه چقدر بوده؟ 20,000,000 تومان. شما به راحتی می‌تونید اون سرمایه‌تون رو چند برابر کنید. و آیتم بعدی تحت عنوان عرضه اولیه. عرضه اولیه چیه؟ به روز نخست ورود سهام شرکت‌های سهامی عام. همونجور که می‌دونید ما یک سری شرکت‌ها در مورد سهامی عام داریم، یک سری شرکت‌ها سهامی خاص و یک سری شرکت‌ها سهامی مسئولیت محدود. شرکت های سهامی عام میتونن وارد بورس بشن. پس به روز نخست ورود شرکت های سهامی عام خارج از بورس به بازار بورس رو عرضه عمومی اولیه یا IPO گفته میشه. اون شرکت سهامی عام میاد بخشی از سهامش رو بین سهامداران تقسیم میکنه تا در سود و زیان شریک باشه و از منفعت‌های دیگه نفع ببره که در ادامه بیشتر در اون صحبت می‌کنیم. خب زمانی که چنین اتفاقی می‌افته اون شرکت‌ها قیمتشون از قیمت ذاتی یک مقدار پایین‌تره، 20% 30% پایین‌تره تا سرمایه‌گذار جذب بشه وارد بازار بشه. وقتی این سهم رو می‌خرید ما از 30% سود بدون ریسک داشتیم تا 300%. به عنوان مثال سهمی که 20 اسفند 98 خریدیم تا به امروز 1,140,000 تومان بازدهی داشته با یک سرمایه تقریبا حدود 500,000 تومان و سهم شرکت سازمان تأمین اجتماعی ایران با نماد 60 تا به امروز با سرمایه 3,200,000 تومانی 2,600,000 تومان سود داشته، بیش از 82% بازدهی. اینها رو بهش میگیم یارانه بورسی، یعنی اونهایی که وارد بازار میشن حتما و حتما باید ارزهای اولیه خودشون رو خریداری کنن. چقدر زمان میبره؟ تحلیل هم میخواد، زمانش کسبی از ثانیه است و نیاز به تحلیل هم نداره. بیش از 98% سهام هایی که عرضه اولیه شده سودآور شد، سودآور بوده. یه آمار بهتون بدم از عرضه های اولیه در سال 98 چیز حدود 18 تا عرضه اولیه داشتیم. مقدار سرمایه که نیاز داشته 5,000,000 تومان بوده. شما 5,000,000 تومان سرمایه گذاری میکردید تا انتهای سال 5,000,000 شده 12,800,000، یعنی 7,800,000 تومان سودآوری به شما ایجاد کرده، بالای 130-140% سود. با چه سرمایه؟ با سرمایه کوچک 5,000,000 تومان. یعنی ماهانه 500,000 تومان کنار می‌ذاشتید برای عرضه اولیه و سهم عرضه اولیه رو می‌خریدید، دیگه‌ای بهش نداشتید. تا روز آخر سال 7,800,000 تومان برای شما سود ایجاد کرده. درصد میانگین سودش تقریبا 140
6% بوده و درصد میانگین سود بر اساس سهام تعلق گرفته بوده بیش از 130% بوده. بورس هنر ثروتمند شدن، این جمله باور بنده است. طی این سالهایی است که در بازار سرمایه فعالیت داشتم و این جمله میگه در ایران و حتی در جهان با سرمایه گذاری ثروتمند میشوند. سرمایه گذاری اگر نگوییم بهترین ایده، قطعاً یکی از بهترین ایده هاست تا بتونیم پول خودمون رو تبدیل به ثروت کنیم. یک سرمایه گذار دائم خرید و فروش نمی کنه، بلکه به موقع خرید و فروش میکنه، تا اونجا که میتونه فقط تحلیل میکنه و بعد به موقع خرید میکنه و بعد از اون فقط کافی دست میدم داره و به زندگی عادی خودش برسه. اون دارایی رشد میکنه و سرمایه شما نیز باهاش رشد میکنه همزمان. این بر یک سری بایدها و نبایدها وجود داره که بایستی یاد بگیری تا سرمایه گذاری مناسبی رو انجام بدی. در بورس افراد زیادی آموزش دیدن و فقط کافیه شما اون مطالب رو فرا بگیرید و ازش استفاده کنید. هرچه بیشتر آموزش ببینید، توان تشخیص و اشرافتون به مقوله بازار سرمایه و داشتن چشم‌اندازهای شفاف‌تر از آینده قیمت بیشتر خواهد شد. خب دوستان، بریم سراغ این اسلاید تحت عنوان دوره‌های رونق و دوره‌های رکود. الان صحبتی که در بین افراد عامی وجود داره اینه که میگن بازار بورس حباب داره. برای این استدلال چه پارامتری مد نظر شماست که میگین بورس حباب داره؟ یه مثال بزنم. مثلا مقایسه سکه و فلان. سال 1388 شما بایستی 29 تا سکه رو میفروختی اگر مثلا در دارایتون سکه بوده تا بتونی یک پرایی بده. امروز بایستی 14 تا سکه رو بفروشی تا بتونی یک پرایی بده. آیا اینها حباب ندارن؟ غیر از اینه که این تورم رکودی هست که بر بازار سیطره پیدا کرده و شامل همه بازار میشه. سال 1369 شاخص کل عددش 100 واحد بوده، امروز 1,000,000 واحده، 10,000 برابر شده. آیا بازاری هست که بتونه با این بازار مقایسه بشه و بتونه چنین برایندی رو ایجاد بکنه؟ قطعاً چنین چیزی رو نداره. بازار بورس قطعاً بازار بسیار خوبیه، اما از راهش و بایستی حتماً آموزش ببینید. بذار براتون یه مثال بزنم. بازار بورس مثل شنا کردنه، مثل دوچرخه سواریه. اگر از یک نفر که یک شناگر حرفه‌ایه بپرسن نظرت در مورد آب و استخر چی؟ میگه خیلی خوبه، ورزش خیلی خوبیه، تندرستی میاره، سلامتی میاره، نشاط میاره. حالا اگه یه نفر که تا حالا پاش به آب نخورد و شنا کردن بلد نیست، نظرش رو پرسی چه جواب میده؟ و یا اتفاقی این فرد بندازن توی 4 متری، اون بنده خدا نه تنها لذت نمیبره بلکه ممکنه جونش هم به خطر بیفته و کلی هم آسیب ببینه. پس ما نمیتونیم بگیم آب و یا اون استخر خوبه یا بده. بستگی به این داره که اون فردی که قراره شنا کنه، اون کسی که قراره بره توی آب، شنا کردن بلد هست یا خیر. اگه شنا کردن بلد باشه لذت میبره، بلد نباشه همیشه نعل و نفرین میکنه و دیگه به درد نمیخوره.
در بازار سرمایه همچین رفایت وجود داره. اگه آموزش ندیدید، همین امروز بهتون پیشنهاد میکنم که پولتون رو دارید قمار میکنید وارد بورس بشید. قطعا متضرر میشه. شاید در روزهای اول سودهایی را بکنید. ولی بدون دانش بورسی شما یک قمارباز هستید. به فردی تبدیل میشید که سرمایه‌اش رو از دست میده. بعد هر کی ازش بپرسه بورس چیه؟ میگه بورس خوب نیست، بورس به درد نمیخوره، بورس همش قماره، بورس فقط یک سری ها سود میکنه. نه دوست عزیز، این از عدم آگاهی تو نشأت میگیره، از اینکه طمع تو رو برداشته و حاضر نشدی وارد بازار بشی و آموزش بورس ببینی. وقت نذاشتی که این دانش و تخصص رو فرا بگیری و این باعث شده به خودت ضربه بزنی. اینا همیشه یادتون باشه، هیچ روندی در هیچ بازاری تا ابد ادامه دار نخواهد بود. هیچ روندی در هیچ بازاری تا ابد ادامه دار نخواهد بود. بازار بورس هم ذاتش همینه، رشد میکنه اصلاح میکنه، رشد میکنه اصلاح میکنه. مثلا آقای وارن بافت، یکی از بزرگترین ثروتمندان دنیا که ثروت خودش رو از راه بورس به دست آورده، یک جمله جالب داره. میگه زمانی که محصولات مکدونالد با تخفیف یا کاهش قیمت مواجه میشه، حتی بچه های من هم خوشحال میشن و حتی نوه های من هم خوشحال میشن. چرا؟ چون میگن با اون پول میتونیم ساندویچ بیشتری بخریم، میتونیم محصولات بیشتری بخریم و بخوریم. حالا قیمت سهام ارزون میشه، بعضا ناراحت میشم، در صورتی که ما که دانش بورسی داریم و تحلیل بلدیم اتفاقا خوشحال میشیم. میگیم اون موقع سهم 1000 تومان بوده، الان میتونم 800 تومان بخرم، چی بهتر از این؟ پس بایستی دانش بورسی رو فرا بگیریم. مثلا نگاه کنید، این الان 24 سهم بورسی هست که قیمتش کمتر از 600 تومان. بانک صادرات 200 تومان، بانک تجارت 215 تومان، پتروشیمی دارا 265 تومان، پتروشیمی فساد 297 تومان، سایپا دیزل 500 تومان. دیگر ارزم به حضورتون میهن، بیمه میهن 514 تومن. این سهم ها قیمتش زیر 1000 تومن، زیر 600 تومن. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی قرار 4 تا 0 پس بشه. اینها یعنی قیمتشون زیر 1000 تومن بمونه. قطعاً تا قبل از ابلاغ این مصوبه و اجرای شدن اون، همه قیمت اینها به بالای 1000 تومن تا بشه اصلا تلفظش کنه. بگی یک تومن. وقتی 600 تومن 100 تومن بیستن باشه چجوری میخواهیم؟ بخونیم اون رو. خب در این بازار افراد با مشاغل مختلف بدون آگاهی وارد شدن و قطعا اینها ضرر کردن. ولی اگر شما این دوره ها رو بگذارید و علم و دانش بورسی رو فرا بگیرید و تخصص ورود بازار سرمایه رو با برگزاری 40 ساعت در مؤسسه فاضل به صورت کاملا کاربردی و عملی بگذرونید، قطعا خیلی بیشتر از این سودهایی که دیدید میتونید از بازار نفع ببرید، طوری که نه هزینه زیادی میخواید پرداخت بکنید، نه زمان زیادی بخواهد بذارید. یک جلسه 3 ساعته در هفته. شما هر کس رو کاری داشته باشید، یک 3 ساعت رو میتونید وقت آزاد بذارید. اینجا نه اینقدر پیچیده است که نتونید یاد بگیرید، نه خیلی مشکل برای این قضیه وجود داره. خیلی ساده است. خیلی روتین. اینا رو خیلی ساده و روتی به شما آموزش میده و
اتفاقا خیلی خیلی جذابم هست و ما به روان ترین حالت و سلیس ترین بیان و کلام این مطالب رو به شما آموزش میدم. من طبیعتا حس میکنم که بعضی ها الان یک مقدار گیج شدن، این نمودارا چیه، این خط ها چیه، اینها رو اینقدر توی دوره ها با هم مرور میکنید، اینقدر با هم کار میکنید که به سادگی خوردن یه لیوان آب برای شما باشه. اینقدر دوره ها به صورت علمی و کاربردی برگزار میشه که تمامی فارغ التحصیلان هم در دوره سود کردن هم بعد از دوره. ما اینجا هم به شما ماهیگیری یاد میدیم و هم از روز اول بهتون ماهی میدیم، میگیم این سهم رو بخرید، این سهم رو بفروشید. این یک ریزالتی است که از گروه وی آی پی مؤسسه فاضل برداشت شده. 40 تا سهم از تاریخ 1/10 تا به امروز برای شما نمودارش و قیمتهاش، زمان معرفی، قیمت معرفی، قیمت امروز و بازی ها رو نمایش میده. سهم داشتیم از 30% سود کردیم تا سهمی داشتیم تا 250% با نماد بانک تجارت سود کردیم توی کوتاه مدت. سهم هم داشتیم ضرر کردیم کوچیک، ولی همیشه براینده مثبت بوده، همیشه سبده سوق و اعداد مثبت بوده و سودهای خیلی خوبی در بازار به دست بوده. خیلی این لحظه به لحظه های نمودار برای ما مهم نیست. هدف اینه که به موقع خرید فروش بکنیم. هیچ بدو بدو و عجله‌ای برای خرید فروش سهام وجود نداره. بر اساس تحلیل رفتار می‌کنیم، نه بر اساس شنیده‌ها و رفتارهای هیجانی افراد و یک سری خبرها از کانال‌های تلگرام. مطمئن باشید اگر شما خودتون بدون آموزش ولی با یک آموزش ناقص وارد بشید، ممکنه سرمایه 10 میلیون شما مقدار رشد بکنه، 1 میلیون، 2 میلیون سود بکنه. ولی ما در دوره های آموزش روش هایی رو شما یاد میدیم که پول خودتون رو بتونید چندین برابر بکنید، هم از سهام های ارزی اولیه که سهام های بدون ریسک هست، هم از سهام هایی که با بنیاد و تحلیل های مناسب بهتون معرفی میشه که بتونید ازش سود. دوستانی که تمایل داشته باشن آموزش 0-100 معاملات در بازارهای مالی مانند بورس سهام، بازار طلا، بازار ارز و بازارهای دو طرفه را فرا بگیرن، با مراجعه به آدرس اینترنتی fazel.ac.ir و یا تماس با شماره 071-32-30-40-15 و یا مراجعه حضوری به آدرس خیابان قصردشت ابتدای پارامون کوچه 1 میتونن ثبت نام خودشون رو نهایی کنن و در دوره ها که به صورت آنلاین و غیر حضوری برگزار میشه شرکت کنن. دوستان دوره ها مانند همین وبینار برگزار میشه. حالا با توجه به کاربردی و عملی بودن دوره ها با تعداد کم، یعنی ظرفیت دوره ها محدوده، زمانی که این محدودیت ایجاد بشه کیفیت کار هم به مراتب بالاتر خواهد رفت و دوره های با کیفیت خوب برگزار میشه. در پایان دوره با ارائه مدرک پایان دوره از مؤسسه آموزش عالی آزاد فازه که زیر نظر وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد، پس از اخذ آزمون از شما مدرکی به شما ارائه داده میشه که قابلیت ترجمه نیز داره و شما در هر جور دنیا میتونید ازش استفاده کنید. خب بریم ثبت نام در سایت fazel.ac.ir رو به صورت عملی با هم مشاهده کنیم. من وارد سایت فازل میشم
اینجا آدرس bazel.ac.ir رو یادداشت میکنم. bazel.ac.ir و میرم تو قسمت ثبت نام کلاس های آنلاین بورس 99. شما به دو صورت ثبت نام خودتون رو میتونید انجام بدید. یک، به صورت نقدی که یک تخفیف مناسب از مؤسسه برای شما مد نظر قرار گرفته شده و با مبلغ 990 هزار تومان میتونید در دوره‌های مقدماتی شرکت کنید، و یا به صورت اقساط طی دو قسط که قسط اول مبلغ 590 هزار تومان و قسط دوم طی یک فقره چک میتونید در دوره ها ثبت نام کنید. برای ثبت نام ابتدا پرداخت آنلاین رو کلیک میکنید، در این قسمت یک سری اطلاعات رو وارد میکنید، نام خانوادگی، نام پدر و الی آخر، بعد ثبت اطلاعات میزنید، وارد درگاه اینترنتی پرداخت میشید. در درگاه اینترنتی پرداخت اطلاعات کارتتون رو وارد میکنید و ثبت نام خودتون رو نهایی میکنید. حالا اگر تمایل داشته باشید به صورت اقساط دوباره همین پروسه رو انجام میدید، اطلاعات شخصیتون رو وارد میکنید، ثبت اطلاعات و وارد درگاه اینترنتی پرداخت میشید. طی دوره های مقدماتی 5 الی 6 جلسه 3 ساعته و دوره های پیشرفته 7 الی 8 جلسه پیشرفته 3 ساعته هست که ثبت نام ها برای دوره پیشرفته هم شهریه نقدی با تخفیف مؤسسه 1,290,000 تومان که هم به صورت نقد و اقساط میتونید پرداخت کنید. به صورت نقد 1,290,000 تومان و به صورت اقساط 1,480,000 تومان. دوستان خرید این تبلیغات و شوهای تلویزیونی رو نخورید. کلاس برگزار میکنیم 20 جلسه 30 جلسه اینها همش دیگه بعد از 10 الی 12 جلسه زیاده گویی هست، همه شو تبلیغاتیه. آقا بیاین دوران رو برگزار کنیم با 3 میلیون، 4 میلیون، 5 میلیون، 1 کیلو 10 تا میکنیم، 10 تا رو 100 تا میکنیم. فرید به این شوهای تبلیغاتی رو نکنیم. سعی کنیم همیشه از مؤسسات معتبر که سابقه های طولانی در استان و کشور دارن دوره بگیریم. این دوره ها به نظرم یکی از ارزان‌ترین دوره ها در سطح کشور هست. من تولدم در استان تهران و استان مازندران هست و دوره ها با اون هزینه هایی که مقایسه میکنیم قابل قیاس نخواهد بود. پس انشاءالله ثبت نام آنلاین خودتون رو انجام بدید و انشاءالله این دوره ها رو به زودی برگزار خواهید کرد.